شما همه عزیزای دل، خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای من. هر جای این دنیا هستی امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با شما با یک مسابقه دیگر از برابچه‌های افغانستان، این بار عبدالعظیم بدخشی در مقابل بختیار رزیمانوف. اگه اشتباه نکنم درست اسمشو تلفظ کرده باشم. قراره با همدیگه این مسابقه رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم کی برنده این مسابقه سخت و نفسگیر میشه. پس با همدیگه بریم این ویدیو رو ببینیم و قبل از ویدیو حتما جانتان جون باشه، خدا جان یارتان. بریم همگی با همدیگه این مسابقه رو ببینیم. Let's go. خانم ها و آقایان، و حالا میرسیم به مسابقه مرکزی لایو از تلویزیون جهانی سلوان مر، فقط در شب ناز نفس چه هیجانی میده. این درستشه، حمایت از اتک انرژی درینک، مشت پر قدرت. و در نخست از کارنر سفید، این مبارز با ریکارد 11 برد و 3 باخت در رشته ام ام ای با قد 171 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از کشور آذربایجان، بختیار ارزیمانوف. واری فش از کارنر سیاه، این مبارز با ریکارد 9 برد و 2 باخت در رشته ام ام ای با قد 174 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم، به نمایندگی ستاره های افغانستان از ولایت بدخشان افغانستان، عبدالعظیم بدخشان. شونه حاجی، مو به تنم سیخ شد. نه اینکه من تو این جوا خیلی قرار گرفتم، واقعا آدم هیجانی میشه. از ولایت بدخشان پرچمش بالا، قبل از همه چی پرچم افغانستان بالا. بریم با همدیگه ببینیم آذربایجان افغانستان کدوم برنده میشه. بازم مثل همیشه کی برنده میشه؟ اونی که حقش برنده بشه. پس ادامه. به به، این مسابقه 5 راوند 5 دقیقه‌ای میباشه و داور مرکز این مسابقه است استاد یوسف مومند. استاد یوسف بیان مسند یونو داروز. I want a clean fight. Pay attention to my comments at all time. Touch yes. gloves. Yes. Go corner. بله، انتظارها با پایان رسید. مبارزه مرکزی عبدالعظیم بدخشی و بختیار ارزیمانوف 5 راوند 5 دقیقه این مسابقه خواهد داشت. این عبدالعظیم بدخشی هست، 10 سال او کوچکتر است. حریف آذربایجانی یه ذره بدنش رو شل گرفته یا حالت با غرور گرفته. خودم میگم تو این موقعیت قرار گرفتم، وقتی خودم رو مثلا حالت پیروز میدونم، خودم رو مثلا اینجوری میگیره. به هر حال برای همه پیش اومد یه حالتی که مثلا من از تو بالاترم، در صورتی که هر وقت فکر کردی از یکی بالاتری دقیقا همونجا هست. بختیار ارزیمانوف هست 24 در تقابل با 34. خب بله، شد با قضاوت آقای یوسف مومند. عبدالعظیم بدخشی و بختیار ارزیمانوف، یک مسابقه خیلی جالب. تجربه، قدرت و مقابل سرعت، مشت چپ خیلی راست به صورت عظیم و بدخشی میزنه بختیار ارزیمانوف. خیلی گاردش جمع گرفته و خویتر خیلی نشان میده که با تجربه. بله، گاردشان جمع است و میبینیم که از لوک کام استفاده میکنه و لوک که البته داخل پته داره اعصابشو به هم میریزه. خب گاردشو بسته، داره رو اروانش کار میکنه، ولی بدخشی خیلی مسلطه با اینکه یه ذره گاردش بازتر جا داره، حواسش باشه. عبدالعظیم بدخشی میزنه و یک مشت خیلی خوبم در روی شانزد. عبدالعظیم بدخشی کوشش میکنه که یک مشت چپ خیلی خوب در پتن عبدالعظیم بدخشی. این حریف خیلی خطرناک، وای میگرفتش کلش رو میترکون. یک مشت چپ خیلی خوب در پتن عبدالعظیم بدخشی. این حریف حریف خیلی خطرناک است و حریف راحتی نیست با عبدالعظیم بدخشی. های کیک، مشت خیلی خوب در گارد عبدالعظیم بدخشی. بختیار ارزیمانوف از بالا کار میکنه و عظیم بدخشی در
حالت خطرناک قرار داره. میبینید کنترل مبارزه در این لحظات در اختیار بختیار ارزیمانوف هست. نشان میده که با فایتر خیلی با تجربه است، آورد از این بدخشی رو در کنج قفس، میخواهیش کنترلش کنه. بله باز کوشش پرتاب و پرتاب میکنه عبدالعظیم بدخشی، جوابش چنگ میکنه که کنترل عبدالعظیم بدخشی را داشته باشه. ببینید که این تکنیکی هست که از این خبیب نورمحمدوف هم استفاده زیاد میکنه که اردو پایه را قید میکنه تا که بهتر بتوانه که حریف خود را. چه بد پاهاشو قفل کرده، وای بیچاره دیگه انگار دور از جونش انگار پا نداره، ولی یه کار خوبی هم کرده، اونم دستاشو قفل کرده که هر دو قفل بشن. این یه حالت نمیتونیم کاری بکنیمه، به هر حال باید سرپا داده بشه کنترل کنن. ببینیم که پایاشون خطا میخوره از باز شدن عبدالعظیم بدخشی، میتونه عبدالعظیم بدخشی از این حالت خود بکشه و سر پای بیایه یا خیر؟ عارفش خیلی با تجربه است، فایت کنترل میکنه و هیچ اجازه نمیده به عظیم بدخشی که او تکنیکایی که باید عظیم بدخشی استاچه او حرکات استفاده بکنه و میبینیم که فایت در کنترل داره. بعد عظیم بدخشی استاد میشه اما فایت فعلا هم در کنترل بختیار است از آذربایجان. بله باز رفت تک داون شد، مسابقه تا فعلا در کنترل بختیار است از آذربایجان. خیلی چقره یارو، چقره بعد بدنه آذربایجان و عظیم بدخشی باید کوشش کنه در اینجا نمانه، باید زودتر حرکت انجام بده که از این موقعیت خدا بکشه بیرون. تا اینجا شرایط مسابقه با برتری بختیار ارزیمانوف همراه بوده. بله خب شما میبینین که عبدالعظیم بدخشی خیلی ریلکس است، خیلی آرام است. خب پنج راوند از نوروزانیست اینا میدانن که راوند اول دو سه چهار پنج راوند پیشروی داره، باید نفس انرژی خود را کنترل کنه که بر راوندهای بعدی بتانه بهتر از این کار بکنه. بله شما میبینین که فعلا کوشش از این را دارن که حالت بهتر بیاین، البته باز هم پایشان باز هم هر دو پایش در اختیار خود قرار گرفت بختیار ارزیمانوف. بدخشی فعلا زیاد انرژی رو مصرف نمیکنه و کوشش گیوتین استادکایی گزارشگر خوب داره، میداره انرژی خودش رو تقسیم میکنه برای راندهای بعد، دقایق جمون باقی مونده. باز هم آه بختیار چی تیک داون های مقبول میکنه بختیار ارزیمانوف. ما باز هم گفتم خیلی قدرتمند است و قدرت مقابل سرعت از فکر میکنم این مسابقه با ورزشکاران از کشور روسیه، بلاروس و اوکراین هم مسابقه داده. آها جداشون حالا مسابقه سرپا دنبال میشه. نورسالی صاحب یک تخلیق متوجه شدی بالای سر عظیم بدخشی کار میکنه، وقتی عظیم بدخشی میره در دفاع بالا او عاجل پایش میگیره تک داونش میکنه. آه. بله آه لیول خدا ایره لیول چینج میگه، البته لیول خدا خیلی خوب چینج میکنه. آها یعنی یکی دیگه بسیار مخصوص ضربات از عظیم بدخشی دفاع خیلی خوب از بختی. بله تمام بله گیجش کرده بوم. یک حمله خوب از عبدالعظیم بدخشی. بله مسابقه خیلی جالب میشه، حریف ثانیه های آخره وای چقدر سر و صداه اونجا، فایترها به هیچ عنوان هیچی نمیشن. اینجاست که باید از لحاظ روانی خیلی تمرکزشون بالا باشه که بچن تمرکز کنن که دقیقا چه حرکتی انجام دن، ضعف حریفش چیه، حریفش کجا خسته شده، کجا احتیاج داره به چه حرکتی. اینجاست که جواب میده، قشنگ انرژی رو تقسیم کرد، حریف خسته است الان داره استفاده میکنه. راوند اول و از این بدخشی بعد از اینکه سر پای میشه یک فایتر کامل کاملا مختلف متفاوت معلوم میشه در زمین. البته بختیار خیلی زور بود. خب میبینین شما حرکت های بختیار خیلی خوب است، از مشتای از این بدخشی خود بسیار مقبول میکشه. خیلی مانده شده ولی نفسشان کم است. یخزانی پولونیه راوند اول ضربات پولونی است عبدالعظیم بدخشی و صورت عظیمانو خیلی زانوهای خوبه از عظیم بدخشی. راوند اول شانس آورد، راوند اول تموم شد، داشت با سرزانه جمجمهش رو منفجر میکرد. چه شانسی آورد رسید، چه میکنند این
تماشاگران. آره اینجا کابل هست، اینجا افغانستان هست و اینجا مسابقات بین المللی شب نبرد هست. شب نبرد و شما انرژی دوستایی که در تالار هستن، شما اگر در تالار می بودین می فهمیدین چه هیجانی، هیجانی است. چه کامبکی داشت عبدالعظیم بدخشی، خیلی کامبک خوب، بعد از اینکه با چند دقیقه البته زیر بودن و بختیار میشه ببینیم سرزانوهای خوبی زن ریپلی ها را میبینین البته. بعد از اینکه عبدالعظیم بدخشی سر پای استاد میشه، قابل از یک فایتر متفاوت معلوم میشه. خسته شده، خیلی مانده شده، چون روی آورد به حرکات پایین تن، حالت کشتی و جودو، اونا خیلی زور میبره. خب بچه معلومه مبارزه مبارزه سرپای نیست، بیشتر از فنون مختص خودش داره استفاده میکنه، ولی بدخشی مبارزیه که باید از بالا استفاده کنه، حرکتی سرعتی. فکر میکنم که خیلی خستگی را احساس میکنه بختیار و اگر فکرس نمارشون خوب نیست، پنج راوند پیش بردن کار آسان نیست. باز هم که قدرت یک چیزی که می آید کم بودن شیمه می آید و به سرعت یک چیزی که می آید او بودن شیمه خیلی خوبه می آید و او را ما می فهمیم که عظیم بدخشی بارهایی گپ زده که ما تا بال به هیچ مسابقه و تمرین نکده بودم که به این مسابقه کردیم و چهار ماه در قرنطین بودن و معلوم میشه که سر فتنس خود خیلی کار کرده. البته نفس میخوام نمیکشه عبدالعظیم بدخشی و خیلی فت و خیلی تیار معلوم میشه، تیاره. دو فرم آغاز خواهد شد، میخواد بره آرش میکنه، معلومه ماشاءالله. خیلی خطرناک است، به خاطر که عارفش خیلی خسته شده، امکان داره که فایت بره روی سرمیشن یا مشت نکاوتی. من فکر نمی کنم که بختیار داره میسنجن، شاید کوشش زیر بکنه که مسابقه را باز در زمین ببره، چون که دفاع عبدالعظیم بدخشی خیلی خوب بود و اگر این سر پای استاد میشه و خسته هستن، مشتایشان باز میشه و مشتایشان سرعت کم داره و شاید در زد حمله عبدالعظیم بدخشی بتوانه که یک چند تا مشت خیلی خطرناک بزنه. خب فعلا همیشه آرومه، بله مسابقه فعلا استاد پیش میره، دنبال میشه ارزیابی دو ورزشکار. ولی راند اول چقدر هیجان بالا بود، الان تو راند دوم هستی فعلا آروم همه چی. تمام اون یه دونه رو که زد به فکش، حالت گیجگاهی انداخت تو مغزش، کلن سیستم رو بست. دقت کنید نگاه بزن، یه دیگه تمام شد. عبدالعظیم بدخشی در افغانستان در حضور هموطنانش برد و بختیار عظیمانوف را شکست داد. امیدوار هستم وضعیت بختیار عظیمانوف هم خیلی وخیم نباشه. فیلم نگیرم خیلی پرقدرت، صورتش خورد از حال رفته، پس انشاءالله به حال نه. و دقیقا مثل همون مشت اولش بود رانده اول، گفتم این اگه میگرفت یعنی گردنشو میترکون، دقیقا تو راند دوم همون مشته زد، همون هم گرفت و قشنگ بقیه ماجرا شب بخیر جور میشه انشالله. واقعا خیلی از انشالله که حالش خوب بشه، جون بیهوش شد، فقط تمام شد. عبدالعظیم بدخشی شد، چه فضایی ایجاد شده، تماشاگران به احترام عبدالعظیم بدخشی ایستادن. بذار فیلم بگیره ببینیم چی شد، بنده خدا انشالله که سلامت باشه. این وقتی عزیمانو پس در راوند دوم کار تمام شد آقای محمدی و عبدالعظیم بدخشی برد. آه
این عبدالعظیم بدخشی هست، قهرمان ام‌ام‌ای کشور، یکی از ستاره های ام‌ام‌ای در افغانستان که چه تصمیم درستی گرفت و در شب نبرد حضور پیدا کرد. بله. و فکر میکنم حالا هوادارانش و طرفدارانش خیلی خیلی بیشتر شدن، خیلی زیاد واقعا محبوبیتش در بین افغانستان. بیچاره طوری زدتش نمیتونه بلند شه، ولی انشالله که حالش خوب باشه. به هر حال مسابقه است، دعوا که نیست، امیدواریم که هر کی میبره، هر کی بازنده است، به هر حال همیشه تنشون سالم و سلامت باشن برای مسابقات بعدی. به هر حال مسابقه است، برد و باخت داره، باید جنبه داشته باشه. باریکالله عظیم. ببینیم همکاران عزیز آرام باش. ببینیم اینجا سنه آسته محمدی یه چپ جا گیر خوب سر و این طرف مشت پیامبر. آفرین داور چه موقع جدا کرد و یعنی همین کشتش که طرف از این بدخشی صورت گرفت. خیلی مسابقه از این نما هم ببینیم چگونه عبدالعظیم بدخشی حریف خودش را شکست داد. مبارزه را خوب آغاز نکرد اما در لحظات پایانی راوند اول و در راوند دوم کاملا حاکم شد. بعد شما و عارفش پیدا کرد که عارفش چی داره و چی کار باید بکنه که زده حمله بذاره. و همه باعث شد که خیلی با تجربه خیلی خوب مسابقه رو به نفع خودش تمام کرد. بله بله، اینم از مسابقه عبدالعظیم بدخشی در مقابل حریف آذربایجانی. دقیقا درست گفت، اولش خوب مسابقه رو شروع نکرد ولی یواش یواش رفت جلو، همه شد در دست گرفت، انرژیش رو تقسیم کرد، راند دوم دیگه مشتر رو که زد تمام. دمش گرم. اینم از یه دونه از برنامه های شب نورد، امیدوارم لذت برده بوده باشین. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودین. تا فایت بعد، بای بای.